درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 15 مهر ماه ما رو همراهی کنید. گزارش‌های شهروندی از ساعات پایانی پنجشنبه نیز حاکی از آن است که اعتراض‌ها در مناطقی از ایران برای 20مین روز متوالی ادامه دارد و معترضان در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، رفسنجان، تهران و نیشابور به خیابان آمدند. طبق گزارش‌ها در رسانه‌های اجتماعی، گروه سایبری انانیموس به فرستادن پارازیت روی شبکه‌های صدا و سیما ادامه داده و پخش کانال‌های سراسری صدا و سیما در برخی شهرستان‌ها و روستاهای کوچک ایران با قطع همراه بوده است. انانیموس اعلام کرده بود تا وقتی جمهوری اسلامی روی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان پارازیت بفرستد، این گروه هم روی فرکانس‌های ماهواره‌ای صدا و سیما پارازیت ارسال می‌کند. هنرمندی ناشناس حوزهای تهران از جمله در پارک دانشجو، تئاتر شهر، میدان فاطمی و خانه هنرمندان را به رنگ خون درآورده است. عکس‌ها با توضیح تهران غرق خون به شبکه‌های اجتماعی فرستاده شده است. جمعی از جوانان محلات تهران در اطلاعیه شماره 7 خود تمامی مردم ایران و به ویژه جوانان محلات تهران را دعوت کردند تا در روز شنبه 16 مهر ماه از ساعت 12 ظهر تا پایان شب میادین و خیابان‌ها را به تسخیر خود درآورند. آنها از کارمندان دولت و اصناف نیز خواستند تا با گسترش اعتصابات با این خیزش ملی همراه شوند. همچنین شورای دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد روز شنبه 16 مهر ماه اعضای هیئت علمی دانشگاه از ساعت 13 مقابل کتابخانه مرکزی به نشانی اعتراض تجمع می کنند. وزیر خارجه فنلاند در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود برخواست این کشور برای تحقیقات بین المللی در مورد قتل مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تاکید کرده است. وزارت خارجه فنلاند شامگاه پنجشنبه در حساب توییتری خود نوشت که پکا هاویستو در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان از استفاده نامناسب از زور علیه معترضان مسالمت جو در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار پاسخگویی و تحقیقات مستقل بین المللی در مورد قتل مهسا امینی شد.